بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، شاد باش میگویم. فرا رسیدن نوروز خجسته باستانی رو به همه ایرانیان و همه پارسی زبانان و بلکه همه ساکنان رو به مسکون و از خداوند شادکامی و بهروزی همگان رو خواست دارم. امیدوارم که همچنان که عیدی است از برون، عیدی هم از درون برای همگان حاصل شود و نه فقط جامعه های بیرونی نو شود، که از درون هم جامعه های طاهر و پاک و نوینی بپوشیم و با این جامعه های پاک آماده ورود به درگاه قدس ملکوتی حضرت حق بشویم. علاوه بر تبریک عید، سال 1401 و آغاز قرن 15 را هم باید تبریک بگویم، برای اینکه 15 قرن است از هجرت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم و نشان دهنده این است که پرچم رسالت و دیانت و شریعت و مأموریت و هدایت این بزرگوار همچنان افراشته است. 15 قرن می‌گذرد و اونچنان که مولانا گفت: من مناره پر کنم آفاق را، کور گردانم دو چشم آق را. اونچنان کرد و از آن افزون که گفت، او بخفت و وقت و اقبالش نخفت. وقت و اقبال این مرد الهی نخفته است، بلکه روز به روز در فزونی است. و کسانی هستند که نه مقلدانه بل محققانه به این آیین رو می آورند. جستجوگران بسیار هستند که کاوش می کنند تا ببینند و بدانند و دریابند که چه سری در عمق این آیین نهفته است که او رو چنین پایدار کرده. نه فقط پایدار در میان عامه مردم، بلکه در میان خواص، یعنی کسانی که دیده های موشکاف و تیزبین به سراغ این آیین می آیند و می کوشند که اعماق اون رو بکاوند و اسرار اون رو به دست بیاورند. ما مفتخریم که خداوند، هم مفتخریم هم متحجیم که خداوند دست ما رو در دست این بزرگوار نهاد و مشعل هدایت رو او برای ما فروزان کرد. هادیان در جهان بسیارند و افراد مختلف در درگاه های مختلف به قبله های مختلف سجده می برند و نماز می برند. از آن ما و نصیب ما محمد مصطفی است که باید بر او درود بفرستیم و خداوند رو سپاسگزاری کنیم که قبله ما اوست و شفیع ما در این جهان و در آن جهان اوست و او خواهد بود باذن الله تعالی. خب، یکی از درگذشتگان دو روز پیش جناب آقای دکتر براهنی بود. شاید نسل جوان ما اکنون ایشان رو چنان که باید و شاید نشناسد، علل خصوص غرب نشینان، غرب گزیدگان و غرب گزیدگان شاید اون چنان که باید با آثار او آشنا نباشد. ولی برای من و نسل من که دوران جوانیمون رو در قوقای نزاع‌های روشنفکری درون ایران سپری می‌کردیم و سری در این معرکه ها و میدان ها داشتیم، چهره و نام آقای رضا براهنی بسیار آشنا بود. در عموم مجلات روشنفکری می نوشت، داستان می گفت و رمان می نوشت، مقاله می نوشت، علل خصوص نقد ادبی می کرد و در نقد ادبی قلم بسیار تند و تیز و موشکاف و جگرشکافی داشت و کسی نبود که از گزند قلم او در امان بوده باشد. بدخواه کسی نبود، اما قلم تند و تیز و پر فلفل و ادویه‌ای داشت و افراد رو با همین شیوه گاهی از میدان به در می کرد و در این حال موقعیت خودش رو هرچه بود در روشنفکری و در ادیب بودن تثبیت کرد. و پس از انقلاب هم ایشان از دانشگاه بیرون رانده شد
که او رو همیشه تقصیر من میدانست، و دوم اینکه شهرتی که حاصل کرد در اثر ازدواج با دختر شایسته ایران موجب شد که پاره بدنامی ها هم برای او بیاورد، حرف و حدیث هایی حول او پدید بیاید که با گذشت زمان رفته رفته رنگ باخت و بلکه فراموش شد. از آن طرف پس از انقلاب ایشان کتاب آوای کشتگان رو نوشت که انتقامی بود که از دانشگاه تهران گرفت به سبب اخراج او، و تقریبا بسیاری از شخصیت‌های دانشگاهی تهران رو، علل خصوص اونها که در حوزه ادبیات و فلسفه کار می‌کردند، و علل خصوص دو نفری که احمد فردید و یکی آقای حریچی، اینها رو به باد مسخره گرفت و چنان که گفتم انتقام خودش رو از دانشگاه تهران گرفت. و بعد از اون البته کتاب‌های دیگری، و بعداً کتابی در آورد که خیلی مورد توجه قرار گرفت که چگونه از شعر نیمایی فاصله گرفته، کنار گرفته و وارد شعر پست مدرن شده است. تا حدی که من میدانم و میشناسم شعر پست مدرن او مورد اقبال و التفات چندان واقع نشد و کسی او رو به سمت یک شاعر زبردست صاحب نفوذ نشناخت. اما نقد ادبی او البته جایی باز کرد و توجه های بسیار رو به خود جلب کرد و او توانست که از این طریق تأثیر بسزایی در فضای فکری ادبی روشن فکری ما بگذارد. از کسانی بود که با جلال آل احمد هم دم بود، هم فکر بود، هم آوا بود و تا حدودی هم اهل سیاست بود، به طوری که به سبب پاره از سخنان و مخالف خانه ها مدت کوتاهی به زندان افتاد، او رو به اعتراف وادار کردند و پس از آن از ایران گریخت و به کانادا رفت و در آنجا اون موقع ما دانشجوی، یعنی من خودم رو میگم دانشجوی دانشگاه لندن بودم، دو سه سالی به انقلاب مونده بود، کتابی تحت عنوان ظل الله از ایشان منتشر شد که شرح حوادث زندانش بود و به علاوه اعتراضات او بر رژیم پهلوی که با قلم نافذی نوشته بود و در ما بسیار مؤثر افتاد. اون رو میخوندیم و رفته رفته اسرار مخفی زندانهای شاه و ستمگریهای اونها بر ما آشکارتر میشد، به طوری که شاه وادار شد که عکس العمل نشان بدهد و در یکی از سخنرانی‌های عمومیش گفت فلان کسی که از جهاز ایران گریخته و در جای دیگری نشسته و علیه ما قلم میزند، این خودش از عوامل ما بوده است. این تعبیر رو جناب محمد رضا شاه به کار برد برای تخفیف او و برای اینکه او را از چشمها بیاندازد، و این البته شگرد ناکام و ناجوانمردانه ای بود که نظام سابق به کار می برد. باری ایشان پس از انقلاب به ایران برگشت و البته در دانشگاه جایگاه استادی خودش رو داشت، اما چنان که گفتم از دانشگاه بیرون افکنده شد. اون هم نه پس از تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی، بلکه پیش از تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی، برای اینکه کمیته های پاکسازی در همه دانشگاه ها من جمله دانشگاه تهران برقرار شده بود و کسانی در این کمیته ها فعال بودند و افراد رو به حال از سمت های خودشون کنار میگذاشتند به سبب رفتارهای پیشینشون. ایشون هم خب اخراج شد و من دیگه خبر نداشتم. گویا که ایشان رو زندانی هم کرده بودند برای مدت کوتاهی. بعدها وقتی که ایشان به خارج کشور آمد، در یکی دو تا سخنرانی به طور علنی این نکته رو گفته بود و من این رو اکنون به همون سبب مطرح می کنم. گفته بود که در زندان به من گفتند که فلانی، یعنی عبدالکریم سروش، از تو شکایت کرده و ما به سبب شکایت او تو رو زندانی کردیم. خب این سخن آشکارا دروغ بود و دیگران هم به او گفتند که تو اینها رو باور نکن، ولی متاسفانه نمیدانم چگونه بود که ایشان
باور کرده بود و این رو چند جا تکرار کرد. من این رو اینجا عرض کردم به سبب اینکه اولا بگویم که خب اگرم کسانی این رو شنیدند بدانند که 100% باطل است. یک کلاغی نبوده که 40 کلاغ شده باشه، هیچ کلاغی در کار نبوده. و ثانیاً این رو بگم که دستگاه های امنیتی کشور و این مهمتر است، چگونه از این طریقها میخواهند که بین اهل نظر و اهل قلم شکاف و دشمنی بیافکنند. دروغی به کسی میگند، مسئولیتی هم که ندارند، یا اون کس باور میکنه یا باور نمیکنه و متاسفانه آقای براهنی باور کرده بود و هم اون طرف مقابل رو بدنام میکنن، هم بین خود اونها شکاف میاندازن و از این طریق اون نظام ناجوان مرد منتفع میشود. من شنیدم از یکی از دوستان مطلعم که وقتی که نظام شوروی فروپاشید رئیس کاگبه گفته بود که سیاستمداران باید پاسخ این فروپاشی رو بدن، وگرنه اکنون، یعنی پس از فروپاشی، اگر شما در شوروی بگردید 2 تا روشن فکر با هم خوب نیستن. ما تا توانستیم میان اینها نقار و نفاق و نزاع افکندیم، این کار ما بود. بقیهش به دست سیاستمداران بود که گویا اونها هومورک خودشون رو خوب انجام نداده بودند و نتوانستند که از پایداری و استواری حکومت به نحو کافی حفاظت و حراست کنند و ناگهان کل این دستگاه از هم فرو پاشید و متلاشی شد. این کار عموم دستگاه‌های امنیتی است، مخصوصا در دست نظام‌های استبدادی که کشور ما هم پس از انقلاب، همچنین قبل از انقلاب و هم بالاخص پس از انقلاب، از همون ابتدا تا امروز عنوان نظام استبدادی بر او به درستی صدق می کند. یک نظام جامع القوای توتالیتر مستبد خودکامه و بنابراین از دروغ و دغل و غیره هم عبایی ندارد. یک نکته ای رو هم بگم و این مقدمه رو به پایان ببرم. قبلا هم در یکی از سخنان شما برای شما گفته بودم، که گرامشی، فیلسوف مشهور ایتالیایی که موسولینی او رو به زندان افکند و همونجا هم از دنیا رفت، در یکی از نوشته های خودش میگوید که ماهیت هر نظامی رو از زندان های او میتوان شناخت. همه نظام ها در بیرون تبلیغات برای خود میکنند، مداحان بسیار هم دارند و میخواهند وانمود کنند که بهتر از آن نمیشود، اما چون در زندان چشم ناظری وجود نداره و اخبار حتی المقدور بیرون نمی رود، نه ترس از قانون هست، نه ترس از خدا هست، نه ترس از وجدان هست، هیچی نیست. زور محض است و رذالت محض، یعنی با کشتن، با شکنجه، با دروغ گفتن و به هر وسیله‌ای می خواهند که قربانی خودشون رو به زانو درآورن. این چون نفع عام داشت، من در اینجا عرض کردم. خداوند همه رفتگان رو رحمت کند، من جمله این در گذشته را، و سایه کرم و عنایت خود رو بر همگان بگستراند و ما رو از شرور و آفات استبداد مصون و محفوظ بدارد. ما که عمری رو گذراندیم، انشاءالله نسل آینده ما پیروز باشند و نوروزها بر آنها به حقیقت خجسته باشد، روزگار فرخنده‌ای داشته باشند، در آزادی و آگاهی رشد کنند و ببالند و آینده خود را چنان که می‌خواهند بسازند. از این مقدمه نسبتاً طولانی 20 دقیقه‌ای عبور کنیم و برویم سراغ فرمایشات مولانا جلال الدین که از قضا باز هم در مورد پیامبر بزرگوار اسلام است. شما در این داستان بلال و داستان بعدی که داستان هلال است میبینید عشق ورزی این مرد رو با پیامبر بزرگوار اسلام، یعنی اونچه که حقیقتا در دل او میجوشیده پاره از آن رو بر زبان آورده، از زبان بلال، از زبان هلال و
به هر مناسبتی و هر بهانه‌ای، اما شما از لابلای سخنان مولانا بوی عشق رو میشنوید، بوی عشقی که مستقیما معطوف به اون شخصیتی است که از او دل برده است و جان او رو روشن کرده است. خب قصه به اینجا رسید که پیامبر مأمور کرد ابوبکر را برای اینکه بلال رو از ارباب مشرک خود بخرد و از ابوبکر خواست که ایشان رو هم، یعنی پیامبر رو هم شریک کند، یعنی پاره ای از اون بها رو به نام پیامبر بپردازد، که البته ابوبکر چنین نکرد. از اینجا آغاز میکنیم. معاتبه، یعنی عتاب کردن مصطفی علیه السلام با صدیق رضی الله عنه که تو را وصیت کردم که به شرکت من بخر، چرا بهر خود تنها خریدی و عذر او، یعنی عذر ابوبکر. گفت ای صدیق، آخر گفتمت که مرا انباز کن در مکرمت، یعنی در این کار شریف مکرمت. گفت ما دو، یعنی من و این بلال، بندگان کوی تو، کردمش آزاد من بر روی تو، یعنی همش رو به خاطر تو کردم. تو مرا میدار بنده و یار غار، هیچ آزادی نخواهم زینهار. تو مرا به بندگی قبول کن، من از آن غلامان خواهم بود که از تو آزادی نخواهم خواست. به قول سعدی گفت شبی با دوست در خلوت، به صد سال در عشرت، من آزادی نمیخواهم که با یوسف به زندان. تو مرا میدار بنده و یار غار. خب یار غار هم میدونید مربوط است به حادثه که بعدن رخ داد، یعنی هجرت پیامبر علیه السلام از مکه به سوی مدینه که با ابوبکر همراه شد و شب رو در غاری سپری کردند و کلمه یار غار از اونجا آمده است. ما این بوزه در فارسی به صورت یک تعبیر رایج و مصطلح به کار میبریم، فلان دو نفر یار غار یکدیگرن، اما این ریشه در اون یار غار دارد، یعنی اولین بار پیامبر و ابوبکر صدیق در غار یار دیگر بودن و توضیحش و گزارشش البته در قرآن هم آمده است. تو مرا میدار بنده و یار غار، هیچ آزادی نخواهم زینهار، که مرا از بندگی تا آزادی است، بی تو بر من مهنت و بیدادی است. حافظ چی میگفت؟ گفت خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد، که بستگان کمند تو رستگاران، بستند اما رستند، یعنی آزادند، غلام تو هند اما خرم. برای اینکه آزادی برای چیست؟ آزادی یعنی آدمی خودش خودش باشد، قهر قاهری بر سر او نباشد، مکر ماکری و حیله حیلگری و شستشوی مغزی شستشوگری در کار نباشد. آدمی به خود نهاده شود، نه تنها به خود نهاده شود بلکه در شرایطی قرار بگیرد که رشد کند، یعنی در جا نزند و راکت هم نماند. شما اگر در مصاحبت کسی باشید که به شما رشد میده، شما از او چرا باید آزادی بخواهید؟ شما باید بگید من همه عمر غلام تو هم، من رو زیر بال و پر بگیر و رشد بده، نمو بده و من رو خودتر کن. در چشم من نشین ایان که از من منتری. عشق با عاشقان چنین می کند، اونها رو به معشوقشون که خود برتر از اونهاست نزدیک می کنه. حالا نام این رو شما غلامی بگذارید، بندگی بگذارید، ارادت ورزی بگذارید، عاشقی بگذارید، هر چه که بگذارید، وقتی ماهیت این باشه، این مطلوب است، مطبوع است، بلکه برتر از این چیزی نیست. که مرا از بندگی تا آزادی است، بی تو بر من مهنت و بیدادی است. ای جهان را زنده کرده ز استفا، خاص کرده عام را خاص مرا. خطاب ابوبکر است به پیامبر که در اثر استفاء تو، یعنی برگزیده شدن تو، تو جهان رو زنده کردی، آتش در خرمن تاریکی تاریخ افکندی و دلها رو به سوی منبع حیات کشاندی، تو عوام رو خاص خواص کردی،
مخصوصا من عوام را، یعنی جناب ابوبکر را، از خواص خود کردی، در حریم خود بردی، نگاه عنایت ویژه به من افکندی. اینا سخنان ابوبکر نیست، اینا سخنان مولاناست که به پیامبر میگوید. همطوری که برای شما گفتم، این اصلا شیوه مولاناست، سیره اوست. خوشتران باشد که سر دیگران گفته آید، در سر عاشقان گفته آید در حدیث دیگران. اصلا حرف رو از زبان دیگران میزند. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. قصه ها نقد حال من است، یعنی بیان احوال خود من است. و ما میدانیم بسیار از زندایالگ ها نیست، در تاریخ نگاشته نیست. مولانا قصه رو بازسازی میکند، سخنان رو به دهان بازیگران قصه میگذارد که در واقع سخنان خود اوست. میبینید حالا بعدش از قول ابوبکر هیچ جا هم چه چیزی ثبت نشده است. احتمالاً این خواب، خوابهای خود مولانا باشه. خوابها میدید جانم در شباب، که سلامم کرد قرص آفتاب. خواب میدیدم در جوانی شباب، و بارها این خواب میدیدم که در راه میرفتم، آفتاب میمد پیش راه من و به من سلام میکرد. از زمینم برکشید و بر سما، همراه او گشته بودم زرتقا. من از آسمان، از زمین به آسمان بود، ارتقا بخشید. با خودم میگفتم این چه خوابیه؟ گفتم این ماخولیا بود و محال. ماخولیا یعنی مالی خولیا دیگه، مالی خولیا همون ملانکولی. امروز البته به احوال حزن و افسردگی میگن ملانکولیک، ولی گذشتگان که این لغت ماخولیا و مالی خولیا و ملانکولیا از اونجاست، این رو از یونانی اخذ کرده بودن که به معنای غلبه سودا بر مغز بود و به معنای دیوانگی بود. گفتم این ماخولیا بود و محال، هیچ گردد مستحیلی وصفحال. مستحیل این امر محال. میشه یک چیز مستحیلی محقق بشه، یک چیز محالی محقق بشه؟ چون تو را دیدم بدیدم خیش را، آفرین اون آینه خوشکیش را. چون تو را دیدم محالم حال شد، جان من مستغرق اجلال شد. چون تو را دیدم خود ای روح البلاد، مهر این خورشید از چشمم فتاد. گشت عالی همت از نو، ببخشید، گشت عالی همت از نو چشم من، جز بخاری ننگرد اندر چمن. نور جستم خود بدیدم نور نور، حور جستم خود بدیدم رشک حور. یوسفی جستم لطیف و سیم تن، یوسفستانی بدیدم در تو من. در پی جنت بودم در جست و جو، جنتی بنمود از هر جز به تو. ستایشیست که ابوبکر از پیامبر میکنه. خواب خودش رو نقل میکنه، میگوید که ابتدا فکر میکردم چنین چیزی ناممکن است، الان که تو رو دیدم میبینم آره، صد آفتاب به من سلام میکنه، آفتاب غلام من شده است، خواب محال من محقق شده است. چون تو را دیدم محالم حال شد، جان من مستغرق اجلال شد. و بعد توضیح میده، یه از وقتی که تو رو دیدم دیگه این خورشید از چشم من افتاد. من دنبال یک یوسف بودم، یک یوسفستان در تو دیدم. این تعبیر یوسفستان خاص مولاناست. من در اون قصیده‌ای که در مدح پیامبر معظم گفتم، همین تعبیر مولانا رو استفاده کردم. گفتم که هنرستان خیال یوسفستان جمالی، هنرستان خیالی شکرستان وصالی، ز شکر شور براری. این یوسفستان جمال رو من از مولانا اقتباس کردم. میگوید که یوسفی جستم، دنبال یوسف بودم، ولی در تو هزاران یوسف دیدم. یوسفستانی بدیدم در تو من، دنبال جنت بودم، اکنون جزء تو جنتیست برای من. اینها رو گفت
بعد هم اضافه کرد، گفت آقا این چیزایی که من میگم، من اینها رو مدح میپندارم، من اینها رو بزرگی میشمارم و برای شما میگم، اون چنان که باید نمیتوانم شما رو وصف بکنم. هست این نسبت به من مدح و ثنا، هست این نسبت به تو قدح و هجا، نسبت به من و امثال من این سخنان مدح هست، ستایش است، اما نسبت به تو اینا قدح هست، یعنی گفتن سخنان نارواست، هجاست، مثل حجف کردن و تمسخر کردن. تو کجا و این اوصاف کجا؟ و بعد مثال میزنه، یکی از اون موارد نادری است که مولانا در مثنوی به گذشته برمیگردد. من شاید یک مورد دیگر رو بیشتر به یاد نداشته باشم که مولوی اشاره میکنه، میگه این سخن رو قبلا هم گفتیم، این بزرگوار همیشه در حال نو شدن بود و گذشته را حقیقتا فراموش کرده بود و زیر پا نهاده. اینجا میبینید اشاره میکنه به قصه دفتر سوم که همچون مده مرد چوپان سلیم، سلیم یعنی ساده دل، ساده لو، همچون مده مرد چوپان سلیم، مر خدا را پیش موسای کلیم، که بجویم اشپشت شیرت دهم، چارقت دوزم منو پیشت نهم. بده او را حق به مدهی برگرفت، سخنان ناسزای او را خداوند سزاوار دید، یعنی از دهان او قبول کرد. گر تو هم رحمت کنی نبود شگفت، یعنی ابوبکر به پیامبر میگه، یه بس رحمت کنی و این قده من رو مده بشماری، از کرامت تو شگفت نیست. رحم فرما بر قصور فهم ها، ای ورای عقل ها و وهم ها. سه بیت اینجا مولانا داره، سه یا چهار بیت هست که به گمان من کاملا خارج از سیاق داستانه و ارتباط چندانی با پیش و پس این ابیات نداره و این متعلق به احوال خاص روحی مولانا در هنگام سرودن این ابیات بوده و من حدس میزنم که در همین احوال یک الهامات و برداشت ها و بینش های تازهی نصیب او شده، حال او خوش شده، چهره و منظره تازهی در عالم دیده، همین که نام محمد رو و مصطفی رو آورده چنان او رو ارتقا بخشیده و بالا رفته و گویی که بشارت ها به او میرسد از عالم بالا، سر زیر عبا کرده و با خود سخن میگه، به کسی دیگه نمیگه. ایها العشاق، اقبالی جدید از جهان کهنه نوگر رسید، نوگر یا نوکن بر حسب اختلاف مسخ. ای عاشقان، اقبال تازه‌ای به شما رو آورده است. به کی داره میگه؟ عاشقان کیا هستن وسط این قصه؟ و از جهان کهنه نوگر، این جهانی که کهنه است اما دم به دم نو میشود و نو میسازد و نو میآفریند. از نگاه عارفی مثل مولانا این جهان اصلا کهنگی نداره، از نگاه غیر عارفان همیشه و همواره کهنه است، هیچ چیز نوی توی این جهان نیست. 104 تا عنصر از همون ابتدا در ستاره ها درست شدن تا امروز هم همونا هستن. این جهان کهنه است، نو شدنش فقط پیوستن این عناصر به همه و بعد گسستن، چیز تازه ای نیست. ولی یک عارف که به وجود نظر می کند که پشت این تعینات نشسته، نو شدن یعنی این سیلان وجود رو می بینه، او اصلا کهنگی نمی بینه. من در باب اینکه مولانا یک عارف نو اندیش بود، نه به معنای امروزین کلمه روشن فکر، این اصلا به نوی، به تازه شدن می اندیشید و این تازه شدن رو حس می کرد در این عارف. اینجا چه برای او پیش آمده که یک مرتبه گویی که یک شخصیت نوی پیدا کرده، حالت تازهی بر او عارض شده، اونم حالت عاشقانه. ایها العشاق، اقبالی جدید از جهان کهنه نوگر رسید،
زان جهان کو چاره بیچاره جوست، صد هزاران نادر دنیا در اوست. میدونید از کدوم جهان سخن میگم؟ از اون جهانی که چاره بیچاره ها در اوست، از اون جهانی که هزار جهان در اوست. ابشروا یا قوم اذ جاء الفرج، افرحوا یا قوم قد زال الحرج. ای قوم من، بشارت باد بر شما، فرج رسید، درهای فرج گشوده شد، فرحناک شوید. افرحوا یا قوم قد زال الحرج، تنگی ها و ناگواری ها هم گذشت و اونها رو پشت سر نهاد. این سه بیت اینجا ناگهان می آید و مولوی حالا دوباره سر از زیر عبا بیرون میاره و دنباله داستان رو میگیره، سر رو این بر اون بر میکنه ببینه کسی نکته او رو گرفته یا نگرفته. اشاره میکند: آفتابی رفت در کازه هلال، در تقاضا که ارحنا یا بلال. میدونید که این سخن از پیامبر مشهور است و مورخان آوردن که هنگام اذان که میشد پیامبر به بلال اشاره میکردن که یا بلال ارحنا یا بلال، ای بلال بیا و دل ما رو راحت کن، روح تازه‌ای به ما ببخش. با صدای خودت، با بانگ اذان، با آوردن نام خداوند، ارحنا یا بلال. اینجا مولانا همون نکته رو ذکر میکنه، میگه آفتابی رفت در کازه هلال، گویی که آفتابی رفت در خانه هلال، یعنی آفتاب خودش رو کوچیک کرد و پیامبری که فرحناک بود و فرح همیشه به او از عالم بالا میرسید، اکنون آمده و از تقاضا میکند از بلال که حالا تو بیا مرا فرحناک کن، طربناک کن، صدای خدا رو، نام او رو به گوش من برسن. کازه همونست که ما کاسه هم میگیم و کازا در لاتین یعنی خانه و کازا بلانکا شنیدید دیگه، یعنی کاخ سفید. برحال کازه، کاسه، کیس، اینا همه یک کلمه هستن. آفتابی رفت در کازه هلال، در تقاضا. آفتاب اینقدر خودش رو کوچک کرد و لاغر کرد و تراشید که به شکل هلالی در آمد، یعنی متواضعانه از هلال، از بلال تقاضا کرد ارحنا یا بلال. زیر لب می گفتی از بیم عدو، کوری او بر مناره رو بگو. گفتا حالا اسم خدا رو زیر لب می گفتی و شکنجه می شدی و نمی توانستی فریاد بزنی، ولی حالا به کوری اون دشمن چکار کن؟ برو و بر مناره بانگ بزن به صدای بلند، بی واهمه. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. می دمد در گوش هر غمگین بشیر، خیز ای مدبر ره اقبال گیر. ای در این حبس و در این گند و شپش، این که تا کس نشنود رستی خموش. اینجا مولانا باز به همون احوال و به همون اقبال که به او اشاره کرد برمیگرده. میگوید که بشیری هست، بشارت دهنده هست که همواره در گوش هر غمگینی، هم افسرده‌ای، میاد و آهسته میگوید که خیز ای مدبر ره اقبال گیر. بلند شو، بلند شو و برو، برو به اون جایی که باید بروی و در این گند و شپش باقی نمان. ای در این حبس و در این گند و شپش، هین که تا کس نشنود رستی خموش. من آهسته به تو میگم، کاری به کسی نداشته باش، در حضور دیگران هم تو رو امر و نهی و نصیحت نمی کنم. بلند شو، بشنو این رو. هر بشیر گاهی در زندگی میاد در گوش آدمی که بیا و تصمیم تو عوض کن، بیا و راه تو عوض کن. و کردی تا کنون، کردی چنین، اکنون مکن، تیره کردی آب را، افزون مکن. خود مولانا الان در اینجا داره نقش اون بشیر رو بازی میکنه که در گوشهای غمگینان میخواند. چون کنی خاموش کنون ای یار، چون کنی خاموش کنون ای یار من، که از بن هر مو برآمد طبل زن.
آنچنان کرش شد عدو رشت خوب و یدن چندین دهل را بانگ کو. تا یه وقتی خموش میگوید، تا یه وقتی آهسته بر در گوشتو میگوید، اما رفته رفته این صدا بلندتر میشود، ولی تو کر میشه. الله اکبر. چون کنی خاموش کنون ای یار من، که از بن هر مو برآمد طبل زن. آهسته که هیچی، ولی که هر مو طبلی شده، ولی آنچنان کر شد عدو رشک خوب و یدین چندین دهل را بانکو. دهل ها رو میبینم و صداشو نمیشتم. میشو کنجد میزند بر روش ریحان، که تریست بوز کوری گوید این آسیب چیست. میگه آدمی گاه اینطوری میشه، چنان وجدان خودش رو میکشه که هیچ چکشی بر او مؤثر نیست. ده ها دهل در اطراف او بانگ میزنند و این صداشون رو نمیشنن. بعد گاهی به نرمی و ملاطفت ریحان، گل سبز، میاد و روی دست او میآرمد و دست او رو مس میکند و نوازش میکنه. او زکوری گوید این آسیب چیست. میگه کیه داره به دست من ضربه میزنه، آسیب میزنه. میشکنجد هور دستش میکشد، هور حیران کس چه دردم میکند. شکنجیدن به نامنای نوازش کردن است و معاشقه کردن. هور اومده داره با او معاشقه میکنه، دستشو میکشه، نازشو میکشه. این میگه که این کیه؟ این چه کاری داره با من میکنه؟ دستم درد گرفت. این که شاکش چیست بر دست و تنم خفتم، بگذار تا خوابی کنم. چرا بلم نمی کنید؟ چرا نمیذارید بخوابم؟ من که در خوابش همی جویی وی است، چشم بکشا کان مهه نیکوپی است. مولانا میگه که تو این احوال رو در خواب میجستی، الان ببین در بیداری به سراغت اومدن. چشم تو باز کن و دوری نکن، به اقبال خودت پشت مکن. زان بلاها بر عزیزان بیش بود، کن تجشم تجمش یار با خوبان فزود. تجمش یعنی معاشقه. لاغ با خوبان کند بر هر رهی، نیز کوران را به شوراند گهی. خیش را یک دم بر این کوران دهد، تا قریب از کوی کوران برجهد. میگوید گاهی بلاهایی که بر سر عزیزان می آید به خاطر این است که خدا اونا رو بیشتر دوست داره، تجمش داره با اونها، به قول مولانا لاغ با اونها میکنه، شوخی میکنه، سر به سرشون میذاره. با عزیزان که اینطوره، یه وقت هم یا بانگی میزنن یا رنجی میفرستد برای کوران که مگر اونها رو هم بیدار کنه، تا قریب از کوی کوران برشهد. بنابراین گاهی که رنجی سراغ عزیزان می آید، علامت این است که اون معشوق ازلی طالب بیداری اونها و بیدارتر شدن اونهاست. پیامی دارد، پیامی دارد. همه چیز در این عالم پیامی دارد، به شرطی که آدمی گوش شنوا داشته باشد، وگرنه مثل همون کسی می شود که ده ها دهل زن در اطراف او دهل می زنند و او بانگشون رو نمیشن. مولانا از اینجا وارد قصه دیگری میشود، قصه هلال، که بنده مخلص بود خدای را، صاحب بصیرت بی تقلید، پنهان شده در بندگی مخلوقان، جهت مصلحت نه از عجز. نوشتن که در میان صحابیان پیامبر 16 نفر نامشون هلال بوده است. مولانا در اینجا از هلالی یاد می کند و هیچ مشخصاتی هم از او نمی دهد. مرحوم روزانفر که کاوش عمیقی کرد در داستانها و امثال و حکم و روایات و آیاتی که در مثنوی وارد شده، یک منبعی برای این قصه پیدا کرده است که مغیرت ابن شعبه برده‌ای داشت به نام هلال که روزی پیامبر نزد مغیره رفت و به او تسلیت گفت. او گفت آقا طوری نشده. گفت چرا؟ تو یک برده‌ای داشتی به نام هلال و این
مرده، من آمدم تسلیت او رو به تو بگم. و بعد اون برده که سائس بود، یعنی استربان بود، در استبل مرده بود، پیامبر رفت و به یاران دستور داد که او رو بردارند و ببرند. خود ایشان هم تجهیز و تکفینش رو بر عهده گرفت و قصه این چنین پایان رفت. منتها اینجا مولانا عاشقانه وارد این داستان شده. این هلال همون مولاناست در این داستان. و شما ببینید چه معاشقه‌ای میکنه با پیامبر. گفت خود چون باشد اون شورید خواب، که در آید در دهانش آفتاب. در همین داستان میاد، من خوابیدم و خواب آفتاب رو میبینم ولی نمیفهمم که آفتاب وارد دهان من شده است، تمام جان من رو روشن کرده است. من به یاد میارم که حافظ در اون غزل مشهورش که یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود، از لب ساقی شرابم در مذاق افتاده بود، اونجا میگوید که ای معبر مژده‌ای فرما، که دوشم آفتاب در شکرخواب صبوحی هم وساق افتاده بود. ای معبر بیا مژده تعبیر کن خواب مرا، دیشب خواب میدیدم که آفتاب اومده تو اتاق من، که دوشم آفتاب در شکرخواب صبوحی هم وساق افتاده بود. در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر، عافیت را با نظربازی فراق افتاده بود. این که آفتاب اومده بود در اتاق من یک حرفه، این که آفتاب اومده بود در دهان من یک حرف دیگه است. اینجا هلال که همون مولانا باشه این رو میگه. آفتاب وقتی که در دهان آمد گفتار نورانی میشه، رفتار هم نورانی میشه، جان هم منور میشه و یکی از محالات به قول مولانا حال میشه، یعنی تحقق و واقعیت پیدا میکنه. حالا توضیحی که مولانا راجع به این هلال میده، میگوید که کسی او رو نمیشناخت، پنهان شده بود در بندگی مخلوقان، اصلا اهل خودنمایی نبود، چندان کسی او رو نمیشناخت، از او خبر نمیگرفت، اون هم جهت مصلحت نه از عجزه پنهان شده بود. مثل لقمان و یوسف از روی ظاهر، چون هم یوسف مدتی بندگی میکرد و در زندان افتاد و کسی از احوال او خبر نداشت، لقمان همینطور برده بود، اونچنان که مولانا قصه او رو در دفتر دوم مثنوی آورده است، هم لقمان حکیمی که یک سوره در قرآن به نام او داریم و غیر ایشان، بنده سایس بود امیری را. سایس سیاست بر اصل به معنای ستوربانی و پرورش دادن حیوانات است. سیاست کردن یعنی چی؟ این بنده سایس بود، یعنی استربان بود امیری را، و آن امیر مسلمان بود اما چشم بسته. مسلمان بود یعنی اربابش به اصطلاح، مسلمان بود یعنی مشرک نبود یا به قول مولانا یهودی نبود، چشم بسته یعنی این برده رو نمیشناخت، نمیدونست که چه گوهری در اختیار اوست. داند اما که مادری دارد، لیک چونی به وهم در نارد. مثل مردی یا زنی فرزندی که کور مادرزاد است، میدونه که مادری داره اما نمیدونه مادری یعنی چی. داند اما که مادری دارد، لیک چونی یعنی چگونگی مادری و فرزندی رو به وهم در نار، نمیفهم. اگر با این دانش تعظیم این مادر کند، ممکن بود که از اما خلاص یابد. این شخصی که کور مادر زاده، اگر با همین دانش قلیل که از مادری داره تعظیم مادر کنه، شاید از کوری نجات پیدا کنه. البته اینجا مولانا کورهای باطن رو منظور دارد، که اذا اراد الله به عبد خیرا فتح عین قلبه لیبصره بهم الغیب. معنی این جمله این است که وقتی خداوند میخواهد به بنده ای خیری برساند، دو چشم قلب او را، دو چشم دل او را باز میکند تا از طریق اون چشم های دل غیب رو ببیند. این راه ز زندگی دل، این راه ز زندگی دل حاصل کن، که این زندگی تن صفت حیوان است. دل باید زنده باشه. حالا تن که حیوانات هم تن زنده داره، دل زنده مهم است. بله، سعدی در باب صوفیان چه میگه؟
میگوید که حقیقت درویشی نفس مرده است و دل زنده. تمام. چون شنیدی بعض اوصاف بلال، بشنو مکنون قصه ضعف هلال. از بلال او بود بیش بودن در روش، خوی بد را بیش کرده بود کشش. این هم از اون ابیاتیست که قافیه مولانا را به دام انداخته و یه شعر بسیار ضعیفی سروده. او در روش پیشتر بود، جلوتر رفته بود از بلال و خوی بد را کشته بود. خوی بد را بیش کرده بود کشش، یعنی کشتن داده بود به خوی بد. نه چو تو پس رو که هر دم پستری، سوی سنگی می روی از گوهری. نه مثل تو، اینجا حالا مولانا ایتاب خطاب و ایتاب می کند به حاضران، نه مثل شما ها که هی عقب عقب می رید به قهقرا و انحطاط می رید. او پیش رو بود. بعد یه قصه می گوید که ما یه بیتش رو نمی خوانیم. آنچنان کان خواجه را مهمان رسید، خواجه از ایام و سالش بر رسید. مهمانی آمد و صاحب خانه پرسید که خب شما چند ساله ای؟ گفت عمرت چند سال است ای پسر، بازگو و در مدزد و برشمر. گفت 18، 17 یا خود 16 یا که 15 ای برادر خوانده. و همطور رفت رفت عقب، گفت برو عقب تا به شکم مادرت. و باز یک داستان دیگری رو میگه که این داستان همینه. میبینید دیگه مولوی بهانه میجوید که قصه ای بگه که سرگرم کننده باشه و باب دندان و مذاق مستمعان باشه، چرتشون رو پاره بکنه. هیچ احتیاجی نیست مخصوصا به این قصه قبلی که خوندیم با اون لفظ رکیک، ولی مولاناست دیگه، مصلحت وقت میدیده است. اما این قصه دومی خیلی قصه مهم و پرمعنایی است. حکایت در تقریر همین سخن، یعنی پس پس رفتن. اون یکی اسبی طلب کرد از امیر. من به یاد دارم که در بحث دین و قدرت من به این داستان استناد و استشهاد کردم. اون یکی اسبی طلب کرد از امیر، گفت رو اون اسب اشهب را بگیر. میبینید که نسخه ها اسبه و این تلفظ ترکی است که اسب اسب میگن. گفت رو اون اشهب، یعنی اسبی که خالهای سیاه و سفید داره. گفت رو اون اسب اشهب را بگیر. گفت آن را من نخواهم. گفت چون؟ گفت او با پس رو بست و بس هرون. هرون یعنی چموش. گفت نمیخواهم اون اسب رو، میشناخ. گفت اسب چموشیه و با پس روه. سخت پس میرود او سوی بن. گفت دمش را به سوی خانه کن. خب این قصه فوق العاده است بابا. گفت خیلی خوبش کاری نداره، تو این اگه پس میره روش بنشین، به اون طرفی که میخوای بری دومشو به اون طرف کن. پس میره، یعنی مثل یه ماشینی که همش دنده عقب میره. خب شما این ماشین رو از عقب به سوی اون مقصد بکنید و دنده عقب برید. سخت پس میرود او سوی بن. گفت دمش را به سوی خانه کن. چقدر نکته در این داستان هست. اینجا مولانا همه اون رو البته استخراج نکرده. حقیقتش اینه میگه چیزی رو فرو نباید نهاد. من یاد یه جمله از ویکتور هوگو میفتم که اینو مرحوم آقای جعفری در شرح مثنوی خودش بارها تکرار کرده که از بینوایان ویکتور هوگو برگرفته. اونجا ویکتور هوگو میگوید که چیزی رو از روح نگیریم، اصلاح کنیم. یعنی ریشه‌کن کردن و برکندن و به چنگاله بیرون کشیدن مخصوصا در عوالم روانی درست نیست. اینجا مولانا این اسب پس میره و دورش بندازیم، نه چرا دور بندازیم، بکشیم، سرشو ببریم، تردش کنیم، ارزون بفروشیمش، هیچ کدوم. در همون راه مقصودمون ازش استفاده میکنیم، فقط راه استفاده کردن رو باید بلد باشیم. خب این متعارف نیست، مثل بقیه اسب‌ها سر به سوی مقصد نمیره، دم به سوی مقصد میره. خب این کارو میکنیم، اونچنان از او استفاده میکنیم. معناش چیه؟ یک معنای خیلی سادش در حال مهمش این است که این در مقابل سخن بسیاری از صوفیان میایستد. صوفیانی که میگفتن ماده شهوت رو باید برکند، مثلا باید برکند غضب رو، باید برکند. ما باید چنان خودمون رو تصفیه کنیم که نشانی از این غرایز و عواطف در ما نماند. این برکندن
شبیه چیه؟ شبیه همون کشتن اون اسبی است که پس میره. یه پس میره سوارش شو و سواری بگیر و به مقصد برس. شهوت رو هم میتونی خوب ازش استفاده کنی. غرایز دیگر رو هم میتونی خوب ازش استفاده کنی. درسته که اسب شهوت مثل اسب عقل نیست. آره درسته، ممکنه شهوت جوری باشه که تو رو پس میبره اگه مراقب نباشی، به جایی ببره و از مقصدت دور کنه. تو اول معین کن مقصدت چیه. دم اسب رو به اون سو کن، تو رو از مقصدم دور نخواهد کرد. حسن استفاده کن از هر چیزی که فکر میکنی پلید است، پلشت است یا به تو گفتند. اصلا ریشه کنی شرط نیست. این رو دور نباید انداخت و این روح رو نباید ظالمانه جراحی کرد. همه اون عناصری که هست اینا میتوانند به طور مفیدی به کار بیان. این سخن مخصوصا برای کسانی که در عالم تربیت و پرورش جوانان یا حتی کار میکنن یا حتی در فکر تهذیب نفس خودشون هستن فوق العاده است. با چیزی برخورد گستاخانه یا ستمگرانه یا جراحانه نباید کرد. باید اصلاح کرد، باید تبابت کرد، باید باغبانی کرد. همین درختی که میوه نمیده و میخوای فکر میکنی که زود این رو از بن برکنی، نه، میشه و او چنان کرد که رفته رفته میوه هم بده. حالا میوه هم نمیده، به کارهای دیگه که میاد. دور انداختن شرط نیست، از ریشه در آوردن شرط نیست، فوق العاده مهمه. بعد حالا مولوی سخنان دیگر هم در این باب میگه. یعنی یکی از نکته های اصلی در اینجا این استش که اسب سرکش رو رام کن. اونی که در خلاف مقصود تو راه میره، او رو چنان بگردان که به سوی مقصد تو ره سپار بشود. بدیهای خودت رو مورد استفاده قرار بده. مثلا اون بدیها میتونی استفاده کنی و اینها رو در مقاصد نیک به کار ببری که حالا از مولانا هم میشنویم. دم این اسطور نفست شهوت است، زین سبب پس رود آن خود پرست. خب شهوت او را که دم آمد زبون، ای مبدل شهوت عقبیش کن. دعا میکنه مبدل به خداوند، ای خدایی که محول الاحوالی، مدبر اللیل و النهاری، مبدلی، تبدیلگری، تو بیا و این شهوت من رو، یعنی خواهش من رو به سوی عقبا کن. من بخواهم، خواستن که بد نیست، اما چیزهای بد رو نخواهم، چیزهای خوب رو بخواهم. فقط دنیا رو نخواهم، عقبا رو هم بخواهم. اینا همش از جنس شهوت هست، فرق نمی کنه. شهوت یعنی میل، یعنی تمایل. میگوید که ای خداوند، شهوت او را که دم آمد زبون، یعنی فکر کنید که این نفس ما یه مرکبی است، دمی داره، سری داره و ما سوار این مرکبی. این مثالی است که از زمان افلاطون زده اند تا امروز. ای مبدل، ای خدای تبدیلگر احوال، شهوت عقبیش کن، یعنی تمایلش رو به سوی عقبا، به سوی بی‌نهایت، به سوی جاودانگی بکن که هرچه نشاید دلبستگی، هرچه نپاید دلبستگی را نشاید. من همش چیزهای ناپایدار رو میخوام، میخوام، خواسته دارم، اما تو بیا و مرا متمایل کن به خواسته و تمایل به چی؟ به پایدارها. این در این حال، این سخن مولانا نکته دیگری رو هم نشون میده و اونی که این که گفتن که تصوف ما تأثیر پذیرفته از بودیزم، که گاهی هم همینطوری هست، حتی در کلمات مولانا میشه اشاراتی یافت که چنان تأثیرهایی رو نشان میدهد. با همین احوال، با همین احوال، این داستان و این تحلیل که مولانا در اینجا میکنه خیلی خوب است. در واقع به ما نمیگه نفی تمنا بکنید، چون در بودیزم نفی تمنا، نفی انتظار، نفی توقع، چون منشأ رنج از نظر او خواستن است. باید نخواهی. سعدی در گلستان داره، میگه درویشی را گفتن که دلت چه خواهد، گفت اون که هیچ نخواهد. خب این همون تعلیم بودایی است. در شعرهای صاحب آمده است که عمر زاهد همه سر شد به تمنای بهشت، او ندانست که در ترک تمناست بهشت.
این بهشت بودایی است که در ترک تمناست. هیچ نخواه، البته هیچ دردی هم نخواهی داشت، رنجی هم نخواهی برد، ولی این محال است، تقریبا نشدنی است. توصیه کردن به طور کامل به دیگران توصیه به یک امر ناشدنی است. مولانا چی میگه؟ میگه اون خواستهات رو یا اون تمایلات رو متعلقش رو عوض کن، متعلقش رو عوض کن، مثل اون اسب رو که دومش رو به سوی مقصد کن. شهوت او را که دم آمد زبون، ای مبدل شهوت عقبیش کن، تمایلش رو به سوی عقبا کن. بعد حالا نکته دیگری میگه که این نکته هم بسیار شریف است و ما رو به یاد تئوری فرویدی سوبلیماسیون میندازه، یعنی تسعید، یعنی یک میل رو بخوابانیم و سرکوب کنیم به طور نسبی تا از جای دیگری سر برآورد، یعنی سوبلیمه کنیم، او رو به بالا ببریم، ارتقا ببخشیم. چون ببندی شهوتش را از رقیف، رقیف یعنی قرص نان، سر کند آن شهوت از عقل شریف. وقتی که شکم پرستی رو از او بگیری و این دیگه در فکر نان نباشه، این فکر افراطی، فقط فکر شکم نباشه، رفته رفته این انرژی که صرف شکم میشد حالا صرف عقل میشه. توجه میکنید؟ وقتی که شهوتش رو از رقیف ببندی، از شکم، اون شهوت از عقل شریف سر میکنه، یعنی اون وقت تمایلات عقلانی پیدا میکنه و به اون سو میره. مثال هم میزنه که معلومه که مولانا در باغها که میگشته، همچنان که در جامعه و در کوچه به همه چیز و این جزئی ها و خردکاری ها توجه داشته، همچون شاخی که ببری از درخت، همون هرس کردن رو میگه، سر کند قوت ز شاخ نیکبخت. این شاخهای زائد رو که ببری، که بیهوده غذاها رو میگیرند و میوه هم نمیدن، هرس کنی اینها رو ببری، وقتیش اون شاخهای دیگه قوت بیشتر میگیرند. همچون شاخی که ببری از درخت، سر کند قوت ز شاخ نیکبخت. چون که کردی دم او را آن طرف، گر رود پس پس رود تا مکتنف. مکتنف یعنی همون مقصد. ابزا اسبان رام پیش رو، نه سپس رو، نه هرونی را گرو. البته ابزا نیک است، مبارک است، اون اسب هایی که چموش نیستن، یعنی اون نفس هایی که رامن، هرون نیستن، پیش روان، رو و سر به مقصد دارن. ابزا اسبان رام پیش رو، نه سپس رو، نه هرونی را گرو، یعنی نه در گرو چموشی. گرم رو چون جسم موسای کلیم، تا به بحرینش چو پهنای گلیم. در سوره کهف داستان موسی و اینکه آمد به مجمع البحرین، مفسر اینجا سخن بسیار دارن و ابهامات هم زیاد است در اینکه اون کسی که همراه موسا بود کی بود، اون ماهی که گرفتند از اون رود یا اون دریا چه بود و خلاصه داستان است. و بعد از اون که موسا روان می شود و بعد با کسی که گفتن خضر بود همراه می شود و می روند و سه حادثه بر اونها پیش میاد، به تفصیلی که در سوره کهف آمده است. مولانا اشاره به اونجا داره، میگه اون اسبای چموش رو رها کن. بله اون دستور عمل برای اونا بود، ولی حبزا اسبان رام پیش رو، نه سپس رو، نه هرونی را گرو. گرم رو چون جسم موسای کلیم، تا به بحرینش چو پهنای گلیم. یعنی راه بلندی داشت موسا تا برسه به مجمع البحرین، یعنی اونجایی که دو دریا با هم ملاقات میکنه، ولی برای موسای گرم رو پیشتاز به اندازه پهنای گلیم بود. مثل اینکه از این بره گلیم پاشو برداره بذاره اون طرف. گرم روی اینه و اسب رام این چنین عمل میکنه. اسبی که پس پس میده البته چنین سرعتی نداره. هست 700 سال راه حقوب، که بکردو عزم در سیران حب. حقوب یا احقاب در قرآن هم داریم، یعنی مدتهای طولانی. لابسین فیه احقاب در سوره امه هست که در باب کافران که مدت‌های طولانی در جهنم و در آتش خواهند بود.
هست 700 ساله راه اون حقوق، اون مدت سیر و طی مسافت 700 ساله بود که او در سیران حب، یعنی در یک حرکت عشقی، یک حرکت حبی اون رو طی کرد، تا چگونه در یک ثانیه به طوری که گویی پاشو از این سوی گلیم به اون سوی گلیم گذاشت. میگوید که بله راه رفتن داریم، تا راه رفتن اسبی داریم که راه نمیره، لنگه، اسبی داریم که پس پس میره، اسبی داریم که پس پس نمیره اما آهسته و کند میره، و اسبی داریم که چنان میتازد که گویی میپرد. اینا همه سیرهای روح است. اینجا اسمشو میذاره سیران حب، یعنی سیرهای عشقی، سیرهای محبت آمیز. همت سیر تنش چون این بود، سیر جانش تا به علیین بود. این تازه تن او بود که این چنین تون سیر میکرد. سیر جانش که از اینجا برمیخیزه و میره به علیین. شهسواران در سباقت تاختند، خربتان بر پایگه انداختند. شهسواران چنینند که در سباقت، یعنی در مسابقت، در رقابت، در میدان مسابقه میتازند و پیش میرند، ولی خربتان، خربت یعنی یک مرغابی شکم گنده تنبل، مثل بامبل بی که اینجا میگن، یعنی زنبور شکم گنده تنبل، بامبل بی. خربت یعنی همین، و به معنای کسانی که خب فکر آسایشن بیشتر و حرکت هم کنن، حرکت کندی میکنن. اینا همون دم در، خربتان در پایگه انداختن، همونجا خودشون انداختن، یه قدم هم بر نداشتن. و بعد مثالی میزنه، میگه آنچنان که کاروانی میرسید در دهی، آمد دری را باز دید. آمدند و اون یکی گفتند در این بردالعجوز، بردالعجوز یعنی آخرین دوره سرما که همون هفته آخر اسفند است که ما دیگه از او عبور کردیم. اینکه چرا به او بردالعجوز میگفتن روشن نیست، توضیحات زیادی دارن، مهم نیست برای ما. اون یکی گفتن در این بردالعجوز، در این سرمای اسفندی، تا بیندازیم اینجا چند روز، یعنی بیاییم اینجا بندازیم، خلاصه خودمونو بندازیم، بارو بندازیم و اقامت کنیم و راحت کنیم. بانگ آمد نه بینداز از برون، وانگهانی اندرا تو اندرون. آگهان بانگ اومد که نه خیر، اگه میخوای داخل رات بدن، برا رو بذار بیرون، یعنی سبک بار شو، خودت بیا، خودت بیا. این که اینجا بندازیم، حالا این در دوران مولانا وقتی که این شعر رو میسروده و انداختن، دقیقا به معنای این که خودمون یه جا بندازیم و سر یکی خراب شیم، مثلا بر یکی وارد شیم، یه تعبیری بوده که او یا رایج بوده. این که میگفته خودمون اینجا بندازیم، طرف مقابل ندای به او داده نخیر، بنداز بیرون، یعنی چیزات رو اونجا بگذار و خودت برهنه و تنها بیا نزد ما. شرط وارد شدن در این حریم سبکبار بودن است. هم برون افکن، هر آنچ افکندنیست، در میابا آن که این مجلس سنیست. سنی یعنی درخشان و بلند مرتبه. هر چیزی که بعد از خود دور کنی دور کن، در این مجلس با اونها نیا، با جامعه ناپاک و آلوده نیا، با بارهای سنگین نیا، با کالاهای زائد نیا، با خیالات فاسد نیا. همه اینها رو کنار بذار، بعد خودت بیا که مهمان ما خواهی بود و پذیرفتنی خواهی بود. بعد مولانا داستان رو دنبال میکنه. بود هلال استاد دل جان روشنی، سایه سبنده امیری مؤمنی، که انشاءالله فتاعتی این رو میخوانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام آقای دکتر. سلام جانم. ممنونم، مرسی. آقای دکتر من یه سوال داشتم، حالا شاید زیاد به این مجلسمون ربطی نداشته باشه، ولی خب اگه اجازه بدین من سوال کنم. اونم اینه که ما هممون میدونیم که قرآن یک ظاهری داره و یک باطنی دیگه، حالا جملات قرآن
تو از ظاهرش یه چیزی متوجه میشیم، حالا باطنش هم که مفسران گفتن ما متوجه میشیم، ولی نظر شما راجع به این حدیث، حالا نمیدونم چیه که میگه مثلا قرآن هفت بطن داره، دوباره اون هفت بطن، هفت بطن داره، نظر شما رو میخواستم بدونم. ممنونم. بله، مولانا هم به دفتر سوم به این اشاره کرده که قرآن را ظاهریست و زیر ظاهر باطن بس قاهریست، از نبی خود بطن شارم کس ندید. اونم میگه که هفت بطن داره و سه بطنشو مردم میدانند و میفهمند، یا از بطن چهارم به اون طرف دیگه هیچ کس نمیداند جز خدا و خاصان خدا. ببینید این کلمه هفت در اینجا ها کلمه به معنای لغوی نیست، یعنی دقیقا عدد هفت، منظور این است که بطون بسیار دارد، هفت تا هفتاد تا هرچه میخواد باشه، و این بطون بسیار یعنی اعماقی دارد این کلام، و شما فریفته ظواهر او نشید و بسنده نکنید، فراتر بروید، کاوش بیشتر بکنید، مطالب بیشتر گیرتون میاد. ببینید فقط هم قرآن نیست، همین مثنوی که ما میخوانیم بطونی داره، خود مولانا هم اشاره میکنه، میگه کلام من بطونی دارد، و نوشته های فیلسوفان عارفان عموما همینطوره. اگر اون حدیث هم حدیث معتبری باشد، معناش همینه، معتبر هم نباشد خلاف عقل نیست، یعنی حرفیست که پذیرفتنیست، و واقعا قرآن و اینجور متون همواره تازند، همواره از دل اونها میتوان نکات تازهی بیرون آورد، علل خصوص که برخورد آدم اگر با این کتاب برخورد شخصی باشه. یعنی یه وقت است که شما میگید اینجا خدا داره با همه حرف میزنه، اما یه وقت است که کتاب رو بر میداره، این قرآن رو با میخوانید به قصد این که ببینید با شما چه میگوید. یه حرفیست که سهروردی گفت، اقبال لاهوری گفت، دیگران گفتن که وقتی قرآن میخوانی فکر کن که این آیات بر تو نازل شده است، اصلا فکر دیگران رو نکن، نگو که اینجا داره یه قاعده عمومی میگه همگان رو نصیحت میکنه، نه، مسائل خودت، دردهای خودت رو پیش چشم بیار و این کتاب رو باز کن و بگو این به من داره چی میگه، این آیه الان به من نازل شده، و از دل او معنا بیار بیرون. در این صورت هر روز این کتاب برای شما تازه است، هر روز حرف تازه میزنه، یا بگیم هر روز بطن تازه ایش رو بر شما آشکار میکنه. من دوباره سوال رو میخونم براتون. سوال بنده مربوط به جلسات قبل است. شما در جای فرمودید بزرگترین نقد وارد بر مثنوی غلو در امر ولایت است. از طرفی شما در جای دیگر فرمودید مولوی از داستان دو پیامبر بیشترین تأثیر را پذیرفته است که یکی از آنها داستان قربانی کردن حضرت ابراهیم است، و فرمودید عید نزد مولانا فقط عید قربان است. از طرفی در جلسات قرآن و انجیل فرمودید در قرآن از داستان قربانی کردن حضرت ابراهیم آنچنان تجلیل نشده، و حتی حضرت ابراهیم در آیه 105 سوره صافات سرزنش ملایمی نیز شده است، و فرمودید ابراهیم در قرآن پیامبر شکاک است، و به این دلیل است که ابراهیم سوگولی خداوند در قرآن است. آیا از نظر شما غلو در ولایت و شکاکیت در مقابل و در ولایت و شکاکیت در مقابل یکدیگر نیستند؟ و اگر این گونه است، ایمان مولوی با ایمان ابراهیم چه نسبتی دارد، و اینکه پیامبران که اغلب ولی نداشتند چگونه به چنین درجاتی از ایمان رسیدند؟ ببینید پیامبران ولیشون خداوند بود. الله الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. آیه قرآن است از سوره بقره. خداوند ولی همه مؤمنان است، گاه با واسطه و گاه بی واسطه. در مورد مثلا مولانا ولی او شمس بود و از طریق او بود که به سلوک معنوی رهنمایی شد و گام های بلندی برداشت. اما در مورد پیامبران ولیشون خداوند است. پیامبر اسلام میگفتن که ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، خداوند مرا ادب کرد، یعنی به من آداب رو آموخت. این همون معنایی است که او سرپرستی من رو بر عهده دارد، او مرا نظارت میکند
و مرا به این سو و اون سو میکشاند. لذا این معنای ولایت است. اما اینکه پیامبران همه در رتبه واحدی از ولایت باشند، نه، این شرط نیست. یعنی ما هیچ تضمینی نداریم، بلکه به یک معنا میتوان گفت که پیامبران خیلی متفاوت بودن، چون خود قرآن میگه ترکر رسول و فضلنا بعضهم علی بعض. این رسولان بعضیاشون بر بعض دیگه تفضیل داشتن، برتری داشتن. این برتری هم معناش یعنی قرب به خداوند دیگه، برتری مالی و جاه و منصب، اینا که قاعدتا منظور نیست. پس تفاوت بود و این تفاوت به درجات قرب اونها برمیگشت، یعنی به همون ولایتشون، به میزانی که اینا ظرفیتشون اجازه میداد که از خداوند پر بشوند. ببینید مثلا، حالا برای که مثالی زده باشیم، در مورد موسی در قرآن هست این استفاده هایی که حالا بحث بطن قرآن هم شد، بد نیست این مثال اینجا اتفاقا اکنون به ذهن من اومد این رو بگم. در قرآن راجع به حضرت موسی داریم که فلما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه، وقتی که موسی به میقات آمد، یعنی به اون وعده ملاقات، و خداوند با او صحبت کرد و او گفت خدای خودت رو به من بنما، و خداوند تجلی کرد و کوه متلاشی شد و غیره. اینجا چیه؟ میگه موسی خودش آمد به ملاقات ما. خب جاء موسی. اما در مورد پیامبر اسلام این رو عارفان گفتند ها. در مورد پیامبر اسلام میگه سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا، اولین آیه سوره اسراء. پاک از خداوندی که محمد رو یا بنده خود رو سیر شبانه داد از مسجد الحرام به مسجد الاقصى و الی آخر. در اینجا نمیگه محمد سیر کرد، میگه ما سیرش دادیم. دو تا بحث است. اونجا میگه موسی آمد، اینجا میگه ما محمد رو بردیم، ما محمد رو شبانه برای او وسایل سفر مهیا کردیم. خب این معناش چیه از نظر عارف ها؟ معناش اینه که اینا متفاوتن. یکی خودش اومده، یکی خدا دستشو گرفته کشیده بالا. او به اصطلاح مجذوب سالک، مجذوب اینجا مجذوب سالک است. این تفاوت ها هست بین پیامبران و چرا نباشه بین همه اولیاء خداوند هم است، بلکه اگه اینا یکسان بودن مایه عجب بود. خب اینا همه درست. ابراهیم آره سیر کرد، ابراهیم پیامبر شکاک بود، یا بگیم پیامبر یقین طلب بود، ولی عاقبت به یقینی رسید که این یقین باعث شد که او کارد بر گلوی فرزندش بگذاره. گرچه خداوند همین عتاب ملایمی کرد، گفتش که صدقت الرؤیا. این تفسیر از محی الدین عربی است. تو این رؤیا رو حقیقی پنداشتی، یعنی فکر کردی واقعا باید همین کارو بکنی، تأویل نکردی. این از منتهای یقین ابراهیم بود، یعنی از اون مراحل شک عبور کرده بود، از اینکه اول گفت این ستاره خدای منه و بعد گفت این ماه و بعد گفت خورشید و بعد گفت وجهت و وجه للذی فطر السماوات، بعد به درجه اون که از خداوند خواست که کیفیت زنده کردن مردگان رو نشان بده. ولی از همه اینا وقتی که عبور کرد و بالا رفت و بالا رفت، به درجه از یقین رسید که خواب، البته گویا که سه بار در خواب دید و دیگه اقدام کرد به یک حرکتی که هیچ عقلی و هیچ اخلاقی اون رو مجاز نمیشه بود، یعنی کشتن یک فرزند بیگناه. ولی او با اعتماد به این یقین و با یقین به اینکه خدا از او خواسته این کار رو بکنه، علی رغم اینکه نامعقول و غیر اخلاقی است، اقدام کرد. محی الدین میگه که خب ابراهیم همه این چیزاش درست بود، به یقین هم رسیده بود، فقط در تفسیر خواب اشتباه کرد. منظور از اون خواب این نبود که تو فرزندتو بکش، منظور این بود که او چی در چهره فرزند به تو ظاهر خواهد شد، و اون در اون خواب چنین شد. و اون رو نکته رو به قول محی الدین عربی، نکته رو ابراهیم نگرفت. باری به هر حال میخوام بگم اینها منافات نداره. این یک نکته. اما نکته دوم هم این که ما در روایات داریم، حالا نمیدونم این روایات چقدر معتبره، ولی خب مورد توجه
خیلی از علما بوده که علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، که میگن پیامبر فرمودن که علمای امت من یا پاره از علمای امت من از انبیاء بنی اسرائیل برترن. بعضی ها گفتن که این مخصوص فقط ائمه اطهاره، ولی بعضی ها گفتن نه، خداوند در مکرمتش بخلی نیست و میتواند کسی به درجاتی برسه که از پیامبران بنی اسرائیل هم بالاتر باشه. بنابراین ما مقایسه نمیتونیم بکنیم، اما در این که کسی بیاد در امت اسلامی، در عیسوی ها، اینا بر اثر ریاضت، بر اثر عبادت، بر اثر خیشتنداری، بر اثر پا در جاده سلوک واقعی و عاشقانه نهادن به درجاتی برسد که از اون پیامبران هم برتر برود، جای هیچ شبهه‌ای نیست. سلام آقای دکتر. سلام جانم. من دو تا سوال داشتم با هم مرتبط هست، این دو تا سوال، و البته شاید هم به بحث امروز مرتبط نباشه. اول اینکه شما در جایی اگر اشتباه نکنم فرموده بوده که زندگی هیچ معنایی نداره، در خودش زندگی هیچ معنایی نداره. یه مقدار این جای سوال داشت برای من و تعجب کردم که مگه میشه زندگی معنایی نداشته باشه خود به خود. البته من با این، البته اگر منظور این بوده که خب هر چیزی مثل طبیعت خودش فی نفس خام هست و ما هستیم که چیزها رو معنا میکنیم، خب به این معنا درست زندگی هم خودش فی نفس هیچ معنایی نداره، ولی حداقلش ما میتونیم بگیم که به هر حال ما میتونیم برای زندگی معنای قائل بشیم، حالا هر کسی برای خودش، و یا به هر حال اصلا پیام پیامبران بخشش یا عمدتاً یا اصلش همین بوده دیگه، همین معنای زندگی رو برای ما پیام بکنن. این سوال اولم بود. حالا این سوال دوم هم که حالا مرتبط هست تا اندازه‌ای با این هست که برای حال رسیدن به همون معنا، اگر بخوایم به معنایی برسیم و معنای قائل بشیم یا کسی بخواد، تو اونجایی که من اگر درست فهمیده باشم شما قبلا فرموده بودید که به هر حال راهش این هست دیگه، یکی مجاهدت با نفس، یکی شفقت بر خلق، یکی هم بختیار بودن، یعنی آدم به جرقه تو زندگیش اتفاق بیفته با یک کسانی برخورد بکنه تا اون سرمه دیگر چه همون عشق باشه رو بر چشم بکشه و به یک معنایی برسه. خواستم ببینم غیر از این سه تا راه، حالا اگر بشه بگیم سه تا راه، راه دیگه ای هست یا نه، یه راه میان بول را آدم دنبالش هست. ممنون، متشکرم. خواهش میکنم. ببینید، زندگی بله معنی نداره، ما باید بهش معنی ببخشیم. من که نمیگم هیچ معنی نداره، هر کسی به زندگی خودش معنی میبخشه. اینکه زندگی به طور کلی، ما زندگی به طور کلی نداریم که، زندگی یا زندگی منه یا زندگی شماست یا امره یا زیده، بنابراین یه چیزی نیست و هوا که ما بگیم این معنی داره. بعدم بله، من برای زندگی خودم باید معنای بیاندیشم، یعنی بی معنی زندگی نکنم. معنی هم یعنی اینکه من برای زندگی قبله‌ای داشته باشم، محوری داشته باشم، هدفی داشته باشم. خیلی ندارم، بنابراین زندگیشون معنی هم نداره واقعا، یعنی فکرشو نکردن، حسابشو نکردن، همینطوری میان و هرچی پیش میاد همونجوری پیش میرن دیگه. ببینید، هدف داشتن و قبله داشتن و محور داشتن این است که آدم دنبال همه چیز نمیره، هر حرفی نمیزنه، هر کاری نمیکنه و حساب و کتاب داره. خلاصه دیگه، من شما میخواد برین مثلا چه میدونم، میخواد برین قونیه مثلا زیارت مولانا، خب راه معینی داری دیگه، نمیشه که هر راه بیفتید هر طرف برید و بگید هر چه پیش آید خوش آید، نه اینطوری نیست. در مورد زندگی اینه، بنابراین من به زندگی خودم معنی ببخشم. حالا اینکه میخوام معنی ببخشم، این معنا رو از کجا میارم، اون محور رو از کجا میارم، این دیگه برمیگرده به جد و جهد من که ببینم که بهترین معنا رو پیامبران معرفی کردن، فیلسوفان معرفی کردن، از تجربهشون استفاده کنم. چون در اینجا هم انسان که نباید فقط به خودش تکیه بکنه، ما که عقل کل نیستیم و اولین و آخرین کسی هم نیستیم که دنیا آمدیم، بیش از ما آمدن، تجربه ها اندوختن، اونا به جای ما عمر کردن، ما بعد از عمرشون استفاده کنیم. و آدمی گاهی هم عوض میکنه تا یه چیزی، تا یه وقتی
هدفی داره، پس فردا هدفش رو تغییر میده. اینا همش امکان داره و مهم این است که ما ننشینیم که به اصطلاح زندگی هدف ما رو معین کنه. ما باید دنبال ارزش‌های لازم بریم، دنبال قبله‌های لازم بریم. یه کسی هست تو این دنیا قبلش اینه که فقط خور و خواب تنها طریق دد است، بر این بودن آیین نابخرد است. خیلی ها هدفشون همین، هدفشون اینه که مال بر مال بیندازن، به قول مولانا کهنه بر کهنه نه انبار کن، هی کهنه روی کهنه بگذارن. خب اینم یه هدفیه، بعضی هم خوشحال میکنه، عمرشون هم سپری میشه. یه کسی هدفش خودشناسی است. یه بار یه کسی از من سوال میکرد، میگه من خیلی دنبال خودشناسی ام، به نظر شما هدف زندگی باید چی باشه؟ گفتم همین، خیلی بهترین هدف هاست، بهترین معنا هاست در زندگی که خودت رو بشناسی. به قول مولانا گفتش که جان جمله علم ها این است، این که بدانی من کیم در یوم دین. آدم خودش رو بشناسه. حالا بعضی هست از خودشون غافلن، به قول مولوی قیمت همه چیز رو میدونن، قیمت خودشون رو نمیدونن. قیمت هر کاله میدونی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. اما خب یه کسی قیمتش، یعنی کسی از من میپرسید قبله تو چیه؟ گفتم والا حقیقتش این استش که محمد مصطفی، من واقعا دوست دارم نزدیک بشم به این شخصیت و از هر حسی رو بهتر بشناسم و عمری رو من اینجوری سپری کردم. به هر حال به تعبیر دیگه من در کمند او افتادم و اگر مولانا رو هم میپسندم به خاطر این است که این مرد هم در کمند اون بزرگ بود و چه عاشقانی دارد اون بزرگ. حالا افراد متفاوتن دیگه. این معناست به طور کلی هر چیزی که آدمی رو پر کنه و اون معنای زندگیش پر کنه. یک عارفی همیشه دعا میکرد، میگفت خدایا من رو از ترس خودت و محبت خودت خالی نکن، اگر محبت تو به من نمیدی ترس تو بده، من از ترس تو پر بشم، اگر نه از عشق تو پر بشم، خالی نمونم باری به هر جهت. این خیلی مهم، این جاهای خالی رو شیطان پر میکنه. بعضی ها پول پرشون میکنه، واقعا پرشون، بعضی ها شهرت پرشون میکنه، بعضی ها یه دو نفر تعریف کنند و کف بزنند براشون پر میشن، در پوست نمی گنجن. این معنی زندگی اوناست. از نظر بنده بی‌معنیست، بی‌معنی ترین چیزه، ولی بعضی برابر بعضی معنی معنادارترین چیز آدم میکشن سر این چیزا با کمال تأسف. خب این از معنای زندگی. اما اون روش ها که شما گفته، نه همیناست روشش. من فکر کنم یک روش دیگه هم من گفته بودم، حالا شاید بگوی شما نسه، و اون مصاحبت با نیکان است. اینکه آدمی زحمت بکشه و غیره و غیره، نیکوکاری بکنه مخصوصا، چون زحمت کشیدن فقط این نیست که شبها رو بیدار بنشینه و ذکر بگه و یه روزه بگیره و گرسنگی بکشه و اینا هستا، ولی یکی از برترین آنها نیکوکاری کردن است، مخصوصا در جایی که پایه گذشت در میان باشه. این آدمی چیزی رو که دوست داره و به جانش بسته اون رو بکنه و به دیگری بده. فقط هم لازم نیست مال باشه، شما میتونید از وقتتون برای دیگری بگذارید، از آبروتون بگذارید، از علمتون بگذارید و گذشت کنید. خلاصه سعدی داستانی داره که کسی رفت و دوستش که بیهوده به وامدار بود و به زندان افتاده بود و این رفت و وکیل اون شخص شد، ضامن اون شخص شد و خودش به زندان افتاد تا اون دوستش آزاد بشه. مثال میزنه، داستان زیباییست که در بوستان آورده. به هر حال نیکوکاری بهترین کار است در این عالم و مصاحبت با نیکان که روح آدمی رو پرورش میده. سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از صحبت زیباتون، خیلی استفاده کردیم مثل همیشه. یه صحبت جالبی راجع به این کردین که از نظر مولانا که در واقع این خصوصیات بد رو میشه در هدف چیزهای خوب استفاده کرد. آیا میشه گفت که در واقع این همون مرتبط به این جامعه شناسی که میگن در واقع به جای اینکه همه رو به همه آدم ها رو توی قالب در بیاریم، همین خصوصیات بد رو در راستای در واقع
بنفیت جامعه استفاده کرد و از اونا رو توی راه‌های انداخت که به جای اینکه ضرر بزنه منفعت جامعه باشه. و اینکه آدم اگه اینو بخواد برای حالا چیز شخصی استفاده کنه، نه در راه تربیتی برای شخص خودش، چجوری باید اینو اپلای کرد و چجوری اینو باید به کار انداخت که در واقع روی یه جوری رشد خود آدم و در اپلای شخصی خود آدم باشه. خیلی ممنون آقای دکتر. ببینید، اصل همون است که شما گفتید در جامعه شناسی و در روان شناسی. به هر حال ببینید، این نیروهای بد، اینا نیرو هن، اینا انرژی هن و اینا رو باید به کار گرفت. دقیقا اینه مطلب. و قدرت هم از جنس قدرت هم همین این تمایل شدیدی که مثلا کسی به کار بد داره. یه وقتی که این کار بد رو ما در نظر میگیریم، وقتی این تمایل شدید رو، این تمایل شدید همون انرژیست که وجود داره، منتها معطوف به یک امر ناروا شده است. این انرژی رو نباید گذاشت که ضایع بشود. باید به قول مولانا سر اسب رو گردان، دم اسب رو گردان و به اون طرفی راند که مقصود ماست. اما اینکه آدم تمیز بده که این کدوم منفیه و چگونه از او باید بهره برداری بکنه، والا این دیگه یه چیزیست که فکر میکنم باید با دانشمندان علوم انسانی شما صحبت بکنید، مخصوصا روانشناسی، که اینا مشورت بدن که مثلا کدام جنبه در وجود آدمی الان منفیه، کدام چیز الان داره به زیان ما عمل میکنه، چه چیزی از حد اعتدالش خارج شده و به صورت افراط در آمده و اینا رو چگونه باید با یکدیگر موزون کرد. دیگه در مورد هر شخصی این قصه فرق میکنه و با یه کاردان باید در میان نهاد و بهره برد. موارد ساده ترش رو شاید خود شخص بتونه دریابد و خلاصه بار رو به منزل برسانه، اما موارد پیچیده ترش خب احتیاج به مشاورت و راهنمایی داره. بله، ببخشید در ادامه حالا همون یکی دو تا سوال خواستم این رو مطرح بکنم که تعبیر خیلی خوبی رو شما به کار بردید و همون تعبیر پر شدن بود. حالا اون راه هایی هم که در مورد صحبت شد، یعنی ما امیدوار باشیم که از طریق اون راه ها اون پر شدن اتفاق میفته. چون الان که مثلا من نوعی که اون راه ها رو نرفتم یا حالا در ابتدای راهش هستم، وقتی اون احساس خلاء، اون بی‌معنایی یا اون پر نبودن رو دارم، طبیعیه دیگه، چون هنوز اون راه ها رو نرفتم. اگر برم میتونم امیدوار باشم که اون پر شدن اتفاق بیفته دیگه، درسته؟ بله، تمام مثنوی درس امید میده به آدم. بله، گفت شربتی داری که پنهانی به نومیدان دهی، این هلن امید نباشه که تو را یار براند. تاجر ترسنده طبع شیشه دل، شیشه جان در طلب نه سود بیند نه زیان، بل زیان بیند که محروم است و خار. نور او نوشد که باشد شعله خار، نیست دستوری در این ره قرع باب جز امید. الله اعلم بالصواب. تمام اینها امیده. ببینید، تو هیچ چیز ما قطعیتی نداریم، این رو شما مطمئن باشید، اما امید که داریم و امیدم خیلی مهمه. بله، البته که باید امیدوار بود و این امید مهمترین سرمایه ماست، مهمترین سرمایه ماست. بله، خیلی خیلی ممنونم از یکایی که دوستان، از مدیران و گردانندگان و مستمعان، حاضران و غایبان، و بار دیگر عید نوروز خجسته باستانی را به همگی شاد باش میگویم و برای همگان حقیقتاً آرزوی روزگار فرخنده و احوال فرخ و خرمی دارم. به من نهی و کرمی.